سلام دوستان، شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در رابطه با خانم بهنوش بختیاری، هنرمند عزیز کشورمون. پیشاپیش مرسی از اینکه با این همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید، دکمه زنگوله رو فشار میدید و با لایکتون از ما و کارمون حمایت میکنید. بهنوش بختیاری متولد 29 اردیبهشت 54 در تهران، بازیگره. فارغ التحصیل لیسانس رشته زبان فرانسه از دانشگاه آزاد تهران مرکزه. از منشیگری به بازیگری و حالا تاجر و مالک برند لباس و جواهرات اختصاصیه. پدرش کارخانه تولید ابزار ایمنی داشت و مادرش خانه‌دار بود. یک برادر به نام بهزاد و یک خواهر به نام تینوش داره و اصالتاً بختیاری هستن. شاگرد ممتاز مدرسه بود و میخواست پزشک بشه، اما در کنکور قبول نشد و به اصرار دوستش شقایق سال بعد در کنکور مترجمی زبان فرانسه شرکت کرد و قبول شد. میگه در زمانی که دانشجو بودم اوایل خرید و فروش قطعات کامپیوتر میکردم، بعد فروشنده عمده لنزهای رنگی چشم شدم، سپس به عنوان منشی آموزشگاه کنکور مشغول به کار شدم. اون زمان خیلی به کتاب علاقه داشتم. به پیشنهاد پسرخاله دوستم شقایق که بازیگر تئاتر بود در کلاس‌های آموزش بازیگری مهتاب نصیرپور شرکت کردم و از اونجا بود که فهمیدم دنیای من دنیای هنره. در اون کلاس با نگار عابدی، سحر سباق سرش، شایسته ایرانی و بهار مشیری هم کلاس بودم که الان هر کدام در عرصه هنر موفقن. بختیاری اولین بار در سال 75 وقتی 21 ساله بود با معرفی خانم نصیرپور در سریال هوای تازه بازی کرد و نخستین بار 20,000 تومان که رقمی نبود دستمزد گرفت. بعد از چندین تجربه بازیگری به علت دستمزد کم وارد منشیگری پشت صحنه شد. سال 83 سر فیلم ازدواج صورتی به عنوان منشی صحنه بود که رضا عطاران تماس میگیره و با اصرار برای حضورش در سریال خانه بدوش وی رو راضی میکنه. با پخش سریال خانه بدوش به شدت بازی و چهرش در بین مردم مورد توجه قرار گرفت و اولین جرقه شهرت در زندگیش روشن شد. بهنوش بختیاری در تیر ماه 86 وقتی 32 ساله بود با محمد رضا آریان ازدواج کرد. همسرش آریان علاقه به حضور در جلوی دوربین نداره و عکس زیادی ازش منتشر نشده. در سال 84 سر کار سریال جایزه بزرگ مهران مدیری با همسرش محمد رضا که جزو نویسندگان بود آشنا شد و از همونجا به خواستگاری و ازدواج ختم شد. خانم بختیاری در اسفند ماه 94 در برنامه سه ستاره احسان علی خانی در یک گفتگوی احساسی اعلام کرد که به دلایلی تا آخر عمر نمیتونه مادر بشه. بعد از اون اتفاق گمان زنی های زیادی در رابطه با عدم توانایی باردار شدن در خانم بختیاری در فضای مجازی پخش شد. یک سال بعد از اینکه اعلام کرد نمیتونه باردار بشه، در اسفند 95 خبر از قبول سرپرستی فرزندی به نام یگانه را داد، اما در ادامه بعد از گرفتن فرزند همسرش نتونست با او ارتباط بگیره و در نهایت بچه به بهزیستی برگردانده شد. میگه شنا خیلی دوست دارم، اما عاشق ورزش فوتبالم، اما متاسفانه فوتبال هم که برای خانم ها باشگاه نداره. طرفدار دو آتیشه تیم پرسپولیس هستم و حتما بازی هاش رو پیگیری میکنم. میگه وقتی 19 ساله بودم و در تب و تاب جوانی بودم بینیم رو عمل کردم. اون موقع دوست داشتم بینی سربالا داشته باشم، البته آن زمان هنوز بازیگر نبودم و الان پشیمونم. علاقه زیادی به موسیقی سبک کلاسیک داره و از بین خوانندگان پاپ صدای مرحوم ناصر عبداللهی، مازیار فلاحی و رضا صادقی رو دوست داره و اصلا از رپ خوشش نمیاد. میگه من و همسرم عاشق ابی هستیم و من میمیرم براش. کاریزماشو دارم، کاراکترشو دوست دارم، با شعرهاش عاشقی کردم و هنرمند محبوب دل منه. خانم بازیگر در کودکی کلاس‌های آواز رو گذرونده و در سال 95 عضو گروه موسیقی پلاریس شد و تجربه چندین کنسرت برای بانوان هم داشت. خانم بختیاری یک سالن زیبایی به نام تیارا داره، همچنین صاحب امتیاز مجله دیدبانه و حالا علاوه بر سهامداری برند لباس پاندورا، مالک برند طلا و جواهر روجا گالریه. خانم بختیاری که در اسفند 97 در برنامه خیابان جام جم حضور داشت و در مورد تغذیه و سلامت بدن صحبت میکرد، در مورد مضرات گوش و استفاده کم از اون گفت: چه بهتر گوش گران شود، هیچ خانواده‌ای شرمنده بچهش نباشد و بگوید چه بهتر گوش نمیخوریم. این صحبت‌هایش تعبیر وارونه‌ای داشت و مدتی اون رو وارد حاشیه کرد. او را باید تنها بازیگر حامی ترنس ها یا دو جنس ها در ایران نامید. میگوید اگر فتوای امام خمینی نبود تغییر جنسیت صورت
صورت نمیگرفت. مسئله ترنس وجود داره و اگر درست نبود امام خمینی فتوا نمیدادن. این حمایتم رو از روی رضایت انجام میدم و میگم تا زمانی که توان دارم ادامه میدم. همچنین ایشون دیروز توی صفحه اینستاگرامی خودش با انتشار پستی نوشت: به لطف خدا و عنایت امام رضا علیه السلام خدمت رسانی به ترنس ها رو به صورت رسمی شروع کردیم. آموزش رایگان دوره تخصص بورس، گوهرشناسی، گوهرتراشی، ویترای، رزین، سفال، پرورش کاکتوس و سایر خدمات رایگان، مشاوره روانشناسی، روانپزشک، مشاوره امور حقوقی و اختصاص وکیل برای موارد خاص. عزیزان ترنس جهت پیش ثبت نام عدد 8 رو به یه شماره پیامک بدن. مؤسسه خیریه شمیم مهر صبحان. که این عملشون با واکنش شدید جبهه های مخالف این عقیده مواجه شده. بهنوش بختیاری در اینستاگرام با نزدیک به 8.7 میلیون فالوور سومین شخصیت بازیگر مشهور ایرانی. مهناز افشار و رامبد جوان به ترتیب در رتبه اول و دوم و بالا سر خانم بهنوش بختیاری قرار دارند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم تو ویدیوهای بعدی اونا رو ترتیب اصل قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا یارو نگهدار شما.